یهو توی ماشین آهنگ زخمی رو که از دوستان برام گذاشت رو گفتم کیه، چقدر باحاله، چقدر خفنه. دیگه شروع کردم آهنگش رو گوش دادن و خیلی باش ارتباط برقرار کردم. بعد شروع کردم کل آلبومش رو گوش دادن، همش گوش میدادم و خیلی باش ارتباط برقرار کردم، تا اینکه آهنگ شخصی رو کاور کردم. کلی ها رو گفتم، کلی مطمئنم خیلی تو شنیدی. دوستان تو ایران باهاش حال کردن و اینا و گفتم که خب بد نیستش که حالا یه سری از کاورها رو توی سوشال مدیا بذارم. ولی بهش تکس دادم توی اینستاگرام، ازش اجازه گرفتم که کارو انجام بدم، تا اینی که کارم درست شد و اومدم لندن برای یک مصاحبه و همدیگر دیدیم اونجا. بازم یه چند وقتی همش بینمون یه دوستی خیلی ساده و صمیمی بود، ولی جرقه خورد دیگه، خورد و دیگه به هم دیگه نزدیکتر شدیم و بعدش هم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و بچه دار شدیم. سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال زن روز. امروز قصد داریم در رابطه با فعالیت‌های هنری و زندگی شخصی خانم سوگن براتون صحبت کنیم. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید. لطفاً قبل از تماشای ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین تا عضو کانال ما بشین، زنگوله کنارش هم لمس کنید تا از پست‌ها و ویدیوهای بعدی ما هم مطلع باشید. سوگند سهیلی خواننده هیپ هاپ ایرانی ساکن آلمان، متولد 22 مرداد ماه 1366 در اصفهان است. ایشون فعالیت هنریشو با سبک رپ شروع کرد و سبک هنری وی در حال حاضر آن آر اند بی و فانک می باشد. پدر سوگن معلم موسیقی در سازهای سنتور و پیانو و اهل اصفهان و پدر مادریش هم اهل شعر و نوحه سرایی بود. سوگن از کودکی در خانواده اهل موسیقی بزرگ شد و استعداد و ذوق موسیقی او از همان کودکی با او همراه بود. سوگن در سال 1371 وقتی که 5 ساله بود همراه با خانوادهش ایران رو به قصد آلمان ترک کرد و به شهر ویسبادن آلمان مهاجرت کردند. اون از 9 سالگی موسیقی رو به صورت جدی در کنار پدرش شروع کرد. ایشون در حال حاضر در لندن سکونت داره و خواننده و ترانه‌سرای معروفیه. اون توی یکی از مصاحبه خودش در برنامه بلور بنفش در بی بی سی فارسی دین خودش رو مسیحی اعلام کرد. سوگن تو سال 1384 وارد گروه انتقام FS شد و در سبک رپ با فریناز کار میکرد و بعد از مدتی به علت یه سری از مشکلات از فریناز جدا شد و هر کسی مستقل به کار خودش ادامه داد. البته بعد از مدت کوتاهی فریناز خوانندگی رو کنار گذاشت. سوگن از اولین خوانندگان دختر هیپ هاپ خانه و مدتی هم به عنوان همخوان با خواننده‌های مختلف همراه شد. از جمله خوانندگانی که سوگن با اونها تجربه همکاری داره میتونیم به عرفان تو آهنگهای یادته و منتظر و رضا پیشرو تو آهنگ نجات و بهزاد لیتو در آهنگ فاشیست، حسین در آهنگ برد و باخت و صادق اشاره کنیم و به این ترتیب بعد از مدتی سوگن فعالیت مستقلش رو شروع کرد. اون در اسفند 1393 27 ساله بود که بعد از اجرای کنسرتی تو دبی به کیش اومد و تصمیم گرفت برای مدتی تو ایران بمونه و فعالیت هنریش رو تو ایران ادامه بده. یک سال تو ایران در زمینه ساخت موزیک فعالیت داشت تا اینکه در سال 1394 دستگیر و به مدت یک ماه بازداشت شد، ولی با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد. سوگن دلیل بازداشتش رو در ایران اتهام به روابط نامشروع، توزیع ویدیو فیلم های مبتذل و دایر کردن مرکز فساد عنوان کرد. اون به مدت 3 سال در ایران کار موسیقی رو کنار گذاشت و مدتی تمرین تئاتر کرد که برای اجرای تئاتر هم ممنوع الفعالیت شد و شروع به طراحی لباس کرد و تدریس آواز. تو سال 1397 آزاد شد و به آلمان برگشت و دوباره فعالیت موسیقی خودش رو شروع کرد. سوگن با یکی از خواننده های رپ ایرانی امیرعلی خسرو جردی با اسم هنری صورت زخمی که متولد 1369 تو تهران ازدواج کرد. امیرعلی خسرو جردی اسم هنری صورت زخمی رو بر اساس زخم بزرگی که توی دعوای خیابونی رو صورتش وارد شد انتخاب کرد.
صورت زخمی توسط مهراد هیدن که یکی از مشهورترین رپرهای رپ فارسی مشهور شد. سوگند امیرعلی در چندین آهنگ به نامهای میگذره، آینه آینه و بمی همکاری داشتند و در نهایت این همکاری و رابطه به ازدواج ختم شد. مدتی از ازدواج سوگند و امیرعلی نگذشت که صاحب یه پسر به اسم میراث شدند. سوگند تا به امروز 4 ویدیو کلیپ به نامهای یادته با کمک عرفان، لیبن لیبن، بلیت یه طرفه و دلمو منتشر کرده که بازدید بسیار بالایی هم در رادیو جوان داشته. نماهنگ یادش بخیر اون هم در اسفند 1396 منتشر شد. سوگند آهنگ‌های زیادی اجرا منتشر کرده اما تعدادی از اونها به عنوان بهترین آهنگ‌های سوگند در بین مردم طرفدار پیدا کرده. آهنگ دلخور سوگند یکی از اجراهای زیبای اونه که با استقبال بی‌نظیری از طرف مردم روبرو شد. همینطور آهنگ حیف که با همکاری زخمی ساخته شد هم با استقبال زیادی روبرو بود. یکی دیگه از همکاری‌های جذاب و خوب سوگند و زخمی همسرش آهنگ بمبه که رکورد دانلود رو جابجا کرد و یکی از جذابترین آهنگای اون هستش. سوگند در مورد اعتقاداتش اینطور میگه: من عاشق خدام و هیچ چیز بیشتر از این برام تو دنیا ارزش نداره و انسان بودن برام در جایگاه اول قرار داره و نسبت به این مسئله خیلی حساسم. من یه دختر مسیحی هستم و مطمئنن بعضی اینو میدونن و عده‌ای هم نمیدونن. واقعا خداوند زندگی منو تغییر داد و هنوز در حال برطرف کردن ضعف و نقصام هستم. من به دلیل زندگی تو آلمان و در کنار افراد با دیسیپلین، نظم و قدرت و از خصوصیاتی است که از بچگی به من منتقل شده. من در سبکای مختلف موزیک گوش میکنم و در سنین مختلف خواننده‌های مختلف روی من تاثیرگذار بودن. مثلا توی کودکیم داریوش روی من خیلی تاثیرگذار بوده. از 19 تا 24 سالگی خیلی آناتما و آرچی و گوش می کردم. ولی از هنرمندان ایرانی استاد شجریان تأثیر زیادی رو من داشته. گلپایگانی و مرزی هم از خواننده های قدیمی هستن که برام جذاب و تأثیر گذار بودن. سوگند در مورد خصوصیات اخلاقی خودش اینطوری میگه: من خیلی مهربونم و گاهی هم از این صفت من سوء استفاده میشه. اما در کنارش خیلی هم بد اخلاقم. گاهی خیلی جدی و بد اخلاق میشم. کمی عمودی هم. البته از اول اینطوری نبودم و با توجه به شرایط پیش اومده تغییر کردم. چون تو محیطی که من کار میکنم شرایط کاری اونقدر سخت و سرسام‌آوره که باعث شده کمی بد اخلاق و مودی بشم. اما دارم روی این نقص اخلاقی من کار میکنم. جالبه که بدونین برنامه پرشینز گات تالنت که یکی از برنامه های استعدادیابی و موسیقی خارج از کشوره از سوگند دعوت کرد و داوران این برنامه استعدادیابی از اون خواستن یه آهنگی براشون اجرا کنه و سوگند هم با اجرای سلام خانوم نظر داوران رو به خود جلب کرد و از این طریق طرفداران زیادی هم به دست آورد. از حواشی سوگند میتونیم به بازداشتش تو ایران به مدت 3 سال و آزادیش به قید وثیقه و بعد مهاجرت دوبارش به آلمان، دوستی و ارتباط عرفان و سوگند در موقع همکاریشون با هم، رابطهش با زخمی، یکی از رپرهای ایرانی که به ازدواج ختم شد، مصرف مواد مخدر که البته سوگند خیلی از این حواشی رو تکذیب کرده و قبول نداره. سوگند نه فقط در ایران محبوب مردمه بلکه نظر طرفداران زیادی رو تو سراسر دنیا به خودش جلب کرده و از محبوبیت خاصی برخورداره. ایشون هر سال کنسرت‌های زیادی برگزار میکنه و تا به حال در کشورهای ترکیه، آمریکا و انگلستان کنسرت برگزار کرده و بسیار هم موفق بوده. سوگند در کنار خوانندگانی همچون بیژن مرتضوی، لیلا فروهر و کامیار تو مسابقه کشف صدای دی وایس به عنوان داور و مربی حضور پیدا کرد. ایشون در مورد همکاریش با همسرش میگه: کار کردن با همسرم خیلی لذت بخشه، چون وقتی با هم توی مکان کار میکنیم احساسی که بین ما وجود داره موقع کار توی استودیو لحظات هیجان انگیزی برامون میسازه. از آهنگ‌های سوگند میتونیم به بلیت یه طرفه، دلم، خدایا، بارون، شکایت، همگناه، سلام، مدل من، تهران، رمانتیک، یادش به خیر، حالت خوبه، حیف، سایه بودن، تاپ خاکستری، دراماتیک، دردسر، شیر یا خط، آدمک و خاطره اشاره کنیم.
مرسی که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو لمس کنین و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین.